حسن آقا اینم یکی از جمله هاش بود که وقتی که من میخوام برم گفتم که آقا اجازه ندادن، باید آقا اجازه بدن، که گفت من اجازه گرفتم، برای من اجازه دادن. برگشت به من گفت که من فراموش کردم. برگشت به من گفت یادت میگفتی زمان جنگ دفاع مقدس دوست داشتم بچه هم بزرگ باشن خدمت کنن برای دین و اسلام؟ گفتم بله. خب یادت تو محرم سفر وقتی حالت به هم میخوره و خلاصه دیگرگون میشه همیشه این کلمه رو میگفتی، به موهایم میگفتی که کاش که روز عاشورا بودیم؟ خب اون موقع حرف میزدی، حالا عملی نشون بده، عملی حالا نشون بده. خب واقعا با تمام وجودم حرفی برای گفتن نداشتم اصلا براش دیگه. یعنی اصلا جایی نبود که من بخوام بهش بگم نه اصلا من این رو قبول ندارم. وقتی اینجوری با من صحبت کرد گفتم میرسی، تلاش میکرد، اینجوری نبود تا یک مرزینده رها کنه، نه، اگر چیزی رو میخواست با مشقتم بود باید میرسید به اون. آره من از فرصت استفاده کنم همینجا مثل که رفتن حسن به سوریه یک همچین مبنایی داره ها، که از ایران نمیذارن بره. بله. و تلاش میکنه میره. بله. به بله. تهران و از بله. تهران شنیدم که مثلا با ملیت افغانی میره. بله. دیگاره. بله. خب حالا همین رو وصل میکنید به همین موضوع. بله. تلاش حسن در بچگی ببینم. بله. این چی جوری بوده؟ برای من صحبت میکرد میگفت یعنی دقیقا از یک ماه به عید که 25 فروردین ایشون رفتن سال 93، یک ماه به عید بود که اومد با هم صحبت کردیم، گفت من دارم کارام ردیف میکنم میخوام برم. در اینی که باز با این صحبتش کلیپی برای من آورد گذاشت از اتفاقات سوریه که حالا بمانه. بعد اونجا برای من گفت 6 ماه من دارم تحقیق میکنم، این کلمه خودش که به من گفت 6 ماه دارم تحقیق میکنم. گفتم چی رو داری تحقیق؟ گفت باید تحقیق کنم که بدونم هدفمو، یعنی همه چی رو برای خودش چه کلمه رو به کار برم، مثلا من اسمش میذارم مرگاگاهی. خب یعنی کاملا براش روشن، یعنی راه روشن انتخاب کنه، دقیق باشه رو هوا و رو مثلا حالا با شناخت کنه. بله احسن، با بصیرت کامل. اینجوری نبود که مثلا رو هوا و هوس باشه حالا فهمیده مثلا سوریه اتفاق افتاده، نه با تحقیق کنم. البته در اینی که دقیقا اگه اشتباه نکنم یک ماه بعید یک کلیپی برای من آورد گذاشت که هنوز اون موقع تو تلویزیون نشون نمیده، همه حضرت سکینه سلام الله علیها خراب کرده بودن. وقتی اون کلیپ گذاشت خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. هیچ کس هم نبود، من بودم با حسن. گفتم چرا انقدر به هم ریخته؟ گفت آخه شما نرفتی، چون ایشون سوریه هم رفته بود. گفت شما نرفتی این مرقد رو زیارت نکردی، ببین چه اهانتی کردم، بعد من اینجا باشم. هی می‌خواست منو آماده کنه من اینجا باشم و این اتفاقا بیفته. گفتم مادر جان خب اونجا خودشون سربازاشون اصلا خب هستن لشکر ارتششون. گفت نه، وظیفه منم هست و اشخاصی مثل من. وقتی بهش میگفتم من کلمه اینو خیلی به کار میبردم تو همین آیه، میگفتم آقا اجازه نمیدن، باید آقا اجازه بدن، این کلمه رو خیلی به کار میبردم. میگفت که برای من اجازه دادن، برای شخص من اجازه دادن، تکلیف برای من مشخص، این کلمه رو به کار میبردم. و خلاصه داشتین میگفتین که حالا این تلاش کرد که بعد بره از طریق ایرانی بودن. بله. نمیشد. خب خیلی تلاش کرد، من احساس میکنم میگفت 6 ماه خیلی درندگی کردم، همین از طریق فاطمیون که برادران حالا مهاجر افغانی هستن به اسم، البته اسمش عوض نکرده بود، اسمش حسن ولی به نام قاسم پور و پدرش اسم قاسم، که اینا همه هم باز بدون دروغ، چون پدر بزرگش اسمش، پدر پدر بزرگش اسمش قاسم بوده، اینا رو اینجوری انتخاب کرده و شناسنامه خب کارت صادر کرده بودن براش با عکسش که الان هست تو دستا اگه اشتباه نکنم، اسم مستعار خلاصه رفته بود و خودش رو افغانی معرفی کرده بود، ولی بازم اختیاری، یعنی اینجوری نبود که اجباری باشه، زوری باشه، اختیاری. اونجا هم که رفته بود هیچ کس متوجه نشده بود تا شهادتش، غیر از 3 یا 4 نفر که نزدیک ها بودن، یکی فرماندهشون، یکی نفر فرماندهشون برام سید ابراهیم و سید حکیم که از برادران مهاجر افغانی هستن، خیلی برادر آقای بودن، اومدن خونه دیدم ایشون از نزدیک، و یکی 2 نفر دیگه.
چیکس توی اون گروهی که بودن مقلیدن نمیدونسته ایشون ایرانیه. از 25 فروردین 93 که حسن اعزام میشه چقدر طول میشه تا به شهادت میرسه؟ 22 روز ها؟ 19 روز. 25 فروردین ایشون رفته، 19 اردیبهشت به شهادت رسیده، 25 فروردین هم اینجا پیکرش اومد و 25 اردیبهشت هم با پیکرش در شده، 22 وارد ایران شده اشتباه نکنم، آره 22 وارد ایران شد پیکرش، 25 هم روزش وفات حضرت زینب سلام الله علیها پیکرش خاک روی خاک توی این چند روز خاکیش. آره توی چند روز شما هیچ ارتباطی با هم نداری؟ ارتباط تلفنی نداری؟ ما من بچه‌ها که از من دور هستن تلفنمون قطع نمیشه، هر زمان هر جا هستن تلفن مرتب است. ایشون وقتی داشت میرفت من گفتم فقط تماس رو با من قطع نکن. روزی که رفت 25 فروردین که ایشون رفت شب تماس گرفت که ما الان راه افتادیم از مشهد، همینه خیلی کوتاه بود صحبتش، دقیقا روز سه شنبه بود. چهار شنبه صبح تماس گرفت ما داریم از ایران خارج میشیم، دقیقا روز پنج شنبه صبح بود که تماس گرفت، پنج شنبه ساعت 11 اینه همه رو یادداشت کردم، 11 صبح بود تماس گرفت که من الان رسیدم و مشخص نیست چند روز دیگه با شما تماس داشته باشم، چون اینجا تلفن راحت نیست، دسترسی نیست. گفتم بازم اگر تونستید، من چون تماس من نمیتونستم بگم باید تماس میگرفت، گفتم زود به زود تماس بگیر. گفت باشه. دقیقا فاصله شد تا سه شنبه تماس گرفت که برعکس عمه خودم فوت کرده، من تو بهشت رضا بودم، هر وقت یادم میاد خیلی قصه میکنم، چون اونجا بهش گفتم قطع کن بعدا تماس بگیر که دیگه نتونست تماس بگیر. احوال پرسی خیلی کوتاه، سلام مامانم خوبی، بابا خوبه، بچه ها خوبن، داداشا خوبن، چه خبر، همین خیلی کوتاه. و دیگه داشت سوال میکرد خیلی چیزایی که من موقعیت لب صحبت کنم قطع کرد. باز پنجشنبه بعد از ظهر ساعت 5:30 بعد از ظهر تماس گرفت، در همین حد سلام خوبی مامانم، حالا من اصطلاحم به کار میبرم، خیلی شوخ بود، همیشه میگه مامان گلم، مامان عزیزم، مامان نفسم، همیشه پشت تلفن همین کلمات رو به کار میبرم. گفتم خوبه، همونم گفت خوبی، قطع کرد. سه شنبه و پنج شنبه دقیقا تماس میگیره. این سه شنبه پنج شنبه ادامه داشت تا روز 19 اردیبهشت ساعت اگر اشتباه نکنم 6 بعد از ظهر بود. 6 بعد از ظهر بود تماس گرفت، پدرش خونه بودن، برادرش هم برعکس اون روز همه خونه بودن، خانم برادرش هم خونه بود، با همه صحبت کرد اون روز. یعنی این روزای دیگه فقط من تنها صحبت میکردم، اون روز فقط با همه دیگه صحبت کرد. از آخر گوشی رو من گرفتم، روز لحظه که داشت میرفت گفت برام دعا کن شهید بشن. بعد پشت تلفن همیشه این کلمه رو تکرار میکرد، اون دعای خاص رو فراموش نکنی. همون روزم گفت اون دعای خاص رو فراموش نکنی. اون دعای خاص چی بود؟ دعا کن من شهید بشم. بعد این الان آخرین مکالمه شما با حسنه؟ بله، دعا کن من شهید بشم. گفتم که باشه من برات دعا میکنم. که دقیقاً بعد از صحبت ما همونشم عملیات میشه، از صبحم عملیات بوده طبق صحبتهای فرماندهشون، صحبتی که صبح عملیات بوده، ظهر یک عملیات بوده و بعد از تلفن با من باز یک عملیات دیگه داشتن که پیوسته همون عملیات ساعت 2 شب مجروح میشن و 9 صبح جمعه شهادت میرسنشون. توی این ارتباط های تلفنی و اینها مثلا نمیدونم چقدر حسن برای شما اسمس میده، خب به شما چقدر اون اسمس میدین، حسن اسمس ها الان دارین یا ندارین و فهوای این اسمس ها چی هست اصلا؟ اسمس ها چیز خاصی نبود، سلام مامان گلم، دوستت دارم، عاشقتم، کلماتش این بود منم